کنکاش بررسی مطبوعات رژیم. در باغ سبز انتخابات مجلس که خامنه‌ای برای اصلاحاتی‌ها در آغاز سال باز کرد، حالا تبدیل به اهرمی برای غارت، تهدید و فساد شده است. روزنامه آرمان نوشت خرید و فروش رأی یکی از آفت‌های انتخابات است. مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد خرید و فروش آرا نه تنها به صورت نقدی بلکه با وعده‌های پرداخت یارانه، افزایش حقوق و افزایش سقف تسهیلات به جوانان شده است. روزنامه هم‌میهن هم به تهدید اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات قلابی پرداخته و نوشته امیدوارم اصلاح طلبان از فرصت انتخابات پیش رو استفاده کنند. اصلاح طلبان برای آنکه از مرگ خاموش، تدریجی و قطعی بخواهند خود را نجات دهند، باید در عرصه سیاسی حضور پیدا کنند. در غیر این صورت، دیگر باید جوابگوی هسته سخت نظام باشند. هیچ حکومتی با دشمنان خود رو در بایستی ندارد. اصلاح طلبان اگر میخواهند داخل نظام باشند، باید در انتخابات شرکت کنند. مهاجرت کادر درمانی و متخصصین پزشکی هر روز ابعاد وسیع‌تری می‌گیرد و وضعیت درمانی مردم با فاجعه‌ای که در یک قرن اخیر بی سابقه است روبروست. روزنامه جمهوری می‌نویسد جمهوری مهاجرت پزشکان به مرحله هشدار رسیده. در حال حاضر سرانه پزشک متخصص در ایران 6.2 در هر 10,000 نفر است. در اروپا این سرانه به 24.5 میرسد. در حال حاضر 91 شهرستان از 450 شهرستان کشور متخصص زنان ندارند. به گفته دکتر رئیس زاده در رشته‌های بسیار ضروری جراح نداریم و مجبور می‌شویم با یک عقبگرد 40 ساله واردات پزشک از هند، پاکستان و فیلیپین داشته باشیم. سرانجام رژیم ایران بعد از یک دهه به صورت رسمی به عضویت سازمان همکاری شانگهای درآمد. اما این عضویت بر سردرگمی بیشتر در سیاست خارجی و بنبست اقتصادی رژیم می‌افزاید. ستاره صبح نوشت سازمان همکاری شانگهای بر پایه مبارزه با 3 شر بنا نهاده شده است. 1 مبارزه با تروریسم، 2 مبارزه با افراط‌گرایی مذهبی و 3 مبارزه با جدایی طلبی. گام اول برای تجارت جهانی تعیین تکلیف FATF است تا ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و مراودات اقتصادی بین‌المللی با ایران برای سایر کشورها پرخطر تلقی نشود. FATF نیز رژیم را تحت تحریم قرار داده است.